آیا درون سایه همان رنگ میگیرد یا که ما خود سایه های سایه های خویشتن هستیم؟ سلام مادام. چه خبر؟ زکات رسیده؟ دیگه وقتشه. گوش همه جا پیچیده. همیشه دیر اومدی. نمزدت اومدی. اما سخت اسمش. شما هرچی دوست داری صداش کنی. شب خیلی. بفرمایی. سلام. سوقتی شماه. آقا جون نام بیدم. آها. حالا نمیشد سال خانم. یه جای این چیزا یه چیز دیگه ازشون میخواستی؟ دختره تو این دنیا فقط پرواز پرنده ها رو میشناسن و چه گل ها رو. دوربینت که روشنه. نکنه از ما داشتی فیلم میگرفتی. آقا جونت تو خرج انداختی. اون از من تو زرنگ تره. فقط یه هفته اجارش کرده. به پا نیفته. امروز کلی زحمت کشیدم. گوشه شیطون که کارو داره خوب پیش میده. با اجازه. تو رو خدا مواظبش باش. گفتی دفاعیت کی بود؟ دو هفته وقت داری دیگه ها؟ هی تا آخرین هفته باید تزمو تحویل بدم آقا. با که مدرکمونو باید بذاریم یه گوشه خاک بخوره. میدونی نشد. آقای کارگردان دستیار اول خودشو انتخاب کرده. اینم شانسه. خب دستیار دو باش. حالا ما دو باشی انصافه. باشه باشه. ولی حرف سر اینه که اینم پارتی میخواد. همون مستنده رو داری میگیری؟ آره. چیا گرفتی؟ میریم خونه میذاریم تو ویدیو و میبینیم. برای دیدنش عجله داری؟ حالا نمیشد ویدیو آقا جونتو میوردی همینجا میدیدی؟ خودت که اخلاق آقا جونو بهتر میدونی. به درد سرش نمیارزه. آفرین دختره. اشتباه نذاشتی؟ این که پرندگان هیچگاه که چشمه شما اشتباه میبینه. بله بله مثل همیشه حق با شماست. اصلا اشتباه میبینم من. یادم نبود پرندگان هیچگاه کجا و پرندگان سرکار خانوم کجا. خب منظور تو دانشگاه حرفایی میزدی که همه بهت شک میکردن. چه خبره؟ من نمیدونم شما با این همه اختلاف چطور میخواین زیر یه سقف زندگی بکنین. مادر جون ما تو کار و حرفه دوتا همکاریم که میتونیم با هم جر و بحث هم بکنیم. بله پس اقلا حرفایی بزنین که ما هم سر در بیاریم. درسته میگم آقا؟ چه عرض کنم والله. مثلا قراری روز عروسیتون اول پایان نامه بعد. بله بعدن عروسی. خانم خودتو خسته نکن. ما از اولش هم کاری نبودیم. آخه بجای خوربونت برم. یه هفته اجارش کرده. بپا نیفته. امروز کلی زحمت کشیدم. گوشه شیدون که کارا داره خوب پیش میره. حتما باید از عروسیتون فیلم بگیریم. دو هفته وقت داری نه؟
تا آخر این هفته باید تزمو تحویل بدم آقا. حذف کردم. ما گرفتیم. با که مدرکمون رو باید بذاریم یه گوشه خاک بخوره. میدونی؟ سر خانم گرد بید. آقای کارگردان دستگیر اول خودش انتخاب کرد. خب پس یا دو باش. حالا ما دو باشیم؟ انصافه؟ نصف شب خانم. بلند شو بریم میگیم بخوابیم. حرف اینه که اینم پارتی میخواد. همون مستنده رو داری میگیری؟ آره. چیا گرفتی؟ میریم خونه میذاریم تو ویدیو میبینیم. برای دیدنش عجله داری؟ حالا نمیشد ویدیوی آقا جون تو میوردی همینجا میدیدی؟ چی بود؟ خیالافی نبوده؟ فکر کنی اخوان دستم؟ هست میگی؟ جسد رو بردن بردن یا خودش رفته؟ هنوزم خیال میکنم سابه؟ نه من چنین برداشتی نکردم بردیم برم هر کسی بودن موقعیت 9-21 هستی بیدم محفظ باشی تمام متشکرم مرکز اینجا رو بردیم شما چنین حرف میزنی که انگار به داوود اعتماد نداری؟ میبینی شدیم این پلیسای خارجی مصاحبه در صحنه حادثه. ما وظیفه داریم که قاتل رو دستگیر کنیم، ولی چنانچه مقتول بلند بشه و از محل جنایت فرار کنه، در اینجا وظیفه ما چه خواهد بود؟ آیا ما باید قاتل رو دستگیر کنیم یا اینکه در به در دنبال مقتول بگردیم؟ بعد از اون حادثه تو جبهه هر سیاهی رو به عراقیاتش بگیره. سرگل مختار، نباید این موقع شب خبرت میکردم. دائم یادم میره که گذشت زمان آدمو تغییر میده. اینطور فکر میکنی؟ حرکت میکنی؟ جناب سرگرد، ما مدرک داریم. چه مدرکی؟ Finger prints. Blow up the hands. خلاصه یه پرورنه فیروز بهمنی دنیای کوچیکیه. دو سال پیش این آدم در بازداشت ما بود. ایداد، پس یارو رو بی حساب نکشتن. آره کاملا مسلمه که بی حساب نکشتنش، فقط باید ببینیم چه حسابی بوده، درگیری گروهی یا تصفیه حساب شخصی. آقا جون مرده مرده است، حالا به خاطر چی و کی مال خوده، بقیهش به ما مربوط نیست. از اینجا به بعدش تحویل شما. قربون آدم چیز فهم. اطلاعات اف ام یه قاچاقچی دارو که حالا خودش کشته شده. اینا مرتب داروی تقلبی و فاسد به خورده آدم های ناآگاه میدن. به زن و بچه مردم رحم نمی کنن. یعنی همه اونایی که دست فروشی میکنن به مردم داروی تقلبی میدن؟ من کی گفتم همه؟ باز که آگران دیسورتو گرفتی دستت. بیا بریم، بیا بریم، صبح شد. قربانت مختار جان.
خداحافظ. خداحافظ. میبینم. میبینم. جناب سرگرد، ببخشید فیلم منو نمیدین؟ چرا؟ ولی اجازه بدین صحنه های مربوط به قتل رو پاک کنم. چون میدونین که با این همه امیدوارم که فیلم خودم رو ازش پاک نکنین. خداحافظ. خداحافظ. Ey sahabi madam di, öz de yaptı adam di. Yoksa bana kim öl verer de bile uşağına mübarek bader. Bunlar da aç, yozak gel. Yozak da bana o gazanı ver bana, Ben acaba ağır de ver bana. Bana ağır der, korkma, bana ağır der. Buyur hanım, bu da senin gölün isteyen öl Tehran'da. İndiki gözün kaşar bakıyorum, beğeni sen ya yok. Allah mübarek eder. Başımdan götürmezsin. Sağ ol, sağ ol. Sağ ol. Vay dede vay. Kim demişti kombinesi burasın? Ay kadı var. Gözlüğe kurban. Kim dedi burasın abi? Kim dedi sen burasın kombinesi abi? Gözler burada. Ay vay be. Davud این صابخونتون مدام چه جور آدمیه؟ مهربون ترین صابخونه دنیاست. همینه که مستاجرای نمونه ردیف میکنه. این یکی با توپ و تفنگ تشریف آورده. دستشون زیاده. آره. بهتر منم ببینم. سلام آنا. سلام مبارک. چی آوردی؟ بیا که باهات خیلی کار دارم. نگاه کن. نگاه کن. خیلی قشنگ. سلام جناب سرگرد. سلام سر خانم. راستی داشت یادم میرفت. سلام. فیلمامو که پاک نکردین؟ نه فقط صحنه مورد نظر. قربانت. سلام مامان. سلام. این لباس عروسه. نگاه کن. نمیای بالا ببینیش؟ بله بله. دست شما درد نکنه. سلام مادر. مبارکه. نمیای بالا ببینیش؟ نه من فعلا کار دارم. شما بفرمایید. قربان شما. خداحافظ. نمیای بالا؟ میدونی از دفتر سریال خبرم کردم. پس دیگه نمیتونی کمکم کنی. چی شد؟ وقتی بیکار بودم میگفتی لازم نیست ولی حالا؟ نه. آخه میدونی؟ خیلی خوب برو. مختار وایسا منم تا خیابون اصلی برسون. واسه تقلبی گروتنی دور برا باش میبینی چند نفر با تعمیل دواجات نایاب به التماس میفتن البته ما هم خودمون نسخه داریم ها فکر نکنی که این کاره ای
دوربین 500,000 تومانی به جهنم. خودت چی؟ اگه خونریزی مغزی میکردی؟ خدا روز نیاره آقا. چی داری میگی؟ ما همه چشم امیدمون به همین یه دونه بچه هست. تو یه چیزی بگو داوود جان. آخه این چه کاریه که طفل معصوم منو به این روز انداخته؟ خانو با کی درد دل میکنی؟ همه یه دیوونه بازی های این دختر تقصیر اونه. چرا من؟ مگه من با اون ازدواج کردم که همش زخم و زیری ببینمش؟ یعنی که فکر میکنین کارش جیب منو پر میکنه؟ من که نمیتونم شب تا صبح محافظش باشم. یه لحظه غافل میشی میشه بچه، خودش آتیش میزنه. زنداری سخته. مرد میخواد. مرد میخواد. مرد. بس کنید دیگه. ادامهش نمیدم. دانشگاه هم نمیدم. مدرکم. 22 سال مثل یک دسته گل ازت نگهداری کردم. اما در عوض تو این یک سال چه بلایی سرت اومده؟ اون باید بدونه با کی داره. این دختر مثل خودش نیست. بی کس و کار نیست. خودم برگم به دستانی. تو این شب چه شده؟ کسافت های احمق یکی یکی تونو میکشم.
اینجا مزاحمت بشه. برو. ببخشید آقایون، میتونم چند تا سوال ازتون بکنم؟ این خانمه داره فیلم برمیداره. بیا ما هم چلیز جیس بگیریم، معروف میشیم. سلام. سلام. خسته نباشی. سلامت باشی. موفق باشی. برای تهیه نسخه اومدی؟ من گفتم؟ خودتون گفتیم برای تهیه نسخه اومدی؟ گفتم با چی تهیه نسخه؟ نسخه رو باز گذاشت در کوزه و آبشو خورد اینطوری نفر نسخه مالی تو مردی که بیستار و پاکره داری تو خرش رو بدی؟ بری بکنی خواهر نیدم در من شما دارین درد سر درست میکنین. بزنین کنار این بچه بازی رو. حالا ما دیگه درد سر شدیم؟ حالا بریم از خودمون دفاع کنیم؟ چه گفتم دفاع نکنیم؟ بعد اینجا جای فیلم ساختن نیست. فیلم نیست. بریم سره. از اون روز جسارت میخواد. کار خیلی خطرناکیه. البته نمیخوام منصرفتون کنم، ولی به نظرم اگه همون مستند رو ادامه بدیم. منم همین نظر رو داشتم، ولی من سوژه مورد نظرم رو انتخاب کردم و تا ته خط میرم تا نتیجه. برای تهیه همچه فیلمی باید از تکنیک دوربین مخفی استفاده کنیم. حالا که مصمم هستین روش کار رو بهتون یاد میدم. علامت یادت نره. خیلی خوب بابا، لطم که نیست یادم بره. حاضر باش.
دستت مونده؟ کبوتر رو پرواز کرد. غصه منو لازم نیست بخوری. اینجا دنبال چی میگرد؟ نبود که مختار ما رو مسخره میکرد. یعنی چه ارتباطی میتونه بین همسایه‌مون آقای جوادی و اون یارو باشه؟ آه! چی شد بادا؟ چه کار کردی شما؟ همش ریختی. آه! چه مردی میاد؟ مادم اینا چی هست؟ از اون ماهه که جنگ جهانی شد من اینا رو جمع کردم چون مال شوهرم بود. اینا خیلی عزیزن برای من، نامه ها، روزنامه ها، کتاب ها، خیلی دوست دارم. خیلی ممنون، شما آقای مهربونی هستی، کمک میکنی، مرسی، مرسی، لیلا خوب بود، خیلی شد سر رضا از دست رفت. راستی، چرا اینجا مجلس ختم نگرفتی؟ آخه فامیلای ما تو شهرستانه، برای همین هم اینجا مراسم نگرفتیم. پس اینطور. اومد. سلام. سلام آقای جوادی. سلام خانم. تسلیت عرض میکنم. متشکرم. انشالله غم آخرتون باشه. لطف دارید. خدا بهتون صبر بده. متشکرم. اگه اجازه بفرمایین، میخواستیم چند دقیقه مزاحمتون بشیم. ببخشین، من حوصله ندارم، مریضم، حالم خوش نیست. خانم، خواهش میکنم از من فیلم نگیرین. من برای پایان‌نامه‌ام قصد داشتم از زندگی شما فیلمی بسازم. زندگی من نه به درد شما میخوره، نه به درد خودم. بی خود خودتونو معطل نکنید. برین! نگفتم کاری نمیکنه. خب معلومه بنده خدا همین چند روز قبل بهترین عزیزشو از دست داده. حال خوشی نداره. به این زودی جا زدی؟ تو داری راهو عوضی میری. گفته باشم اینطوری هرگز به نتیجه نمیرسی. جنازه ای که گم شد چی؟ سر نخه رسیدن به بارونی پوش اینجاست. دیدی که با هم بودن. ما از کجا میدونیم؟ اصلا شاید یارو نمرده باشه. دختر تو داری یه قاچاقچی رو مفروش قرار میدی؟ مگه زده به سرت؟ تو از اولش هم راضی نبودی. برام من فردا میرم سر سریال. تا وقت نداری تنهایی پاتو از خونه بذاری بیرون. آهای با تو هم تنهایی نری ناصر خسرو.
نگاش کن آروم گرفته خوابیده. آخه چطور دلت اومد ولش کنی و بری؟ اتاق امید رو ببین، هیچی کم نداشت. تازه داشتیم خونه خودمون سر سامون میدیدیم. چیکار کنم؟ چیکار کنم؟ چیکار کنم که گول خوردم؟ گول خوردم و خر شدم. فکر میکردم که کارم میکردم کار! فکر میکردم که نسخه‌های مریضای بدبخت رو میپیچم. فکر میکردم که نسخه‌های مریضای بدبخت رو میپیچم. دارم که منو تنها گذاشتم. از کدومش خوردی؟ از این؟ از این؟ همه شون باید کشته بشن. همه شون. Thank you.
نه قیمتش هم خواهش میکنم. لطفا اون کیف و لباس منو بده. بفرم. متشکرم. کیفم. اینم کیفت. حواست به مغازه باشه برمیگرد. بسیار خوب. جوانیون جا ندار، بفرما. برو کنار خانم. طبقه سوم. تقلا نکن. موقعیت خطرناکیه. این دختره همسایه تو شاید با تعقیب کردن تو به کارهای ما پی برده باشه. اگه نامزدش بفهمه که اون تو چنگ ماست میدونی چی میشه؟ خب آره، اما اگه خیلی نگرانی با من بیا تا اونو تحویلت بدم. همین. تمام روز ازت فیلم برداری کرده. غلط نکنم دختر نونخور رقیبه. بعید نیست ناپدید شدن برادرم هم کار اونا باشه. باید این دختر مطلع باشه که تو که از برادرم چینه نداری؟ داری؟ ما خیر، اصلا. میبینم اینجا. این چند روزه رفتار طوریه که انگار ما مسئول مرگ زنت هستیم. خودت اومدی با التماس از ما دعوا خواستی، گفتی زنت در خطره. من که حرفی نزدم.
فقط یادت باشه وقتی از خارج اومدی حاضر بودی برای یه لقمه نون توالت بشوری. آره آره، کاش که توالت شسته بودم، کاش که آشغالا رو میرفتم و خیابونا رو جارو میکردم، کاش که کفشای مردم رو تمیز میکردم، کاش که گوشه اون توپخونه فقط میشدم، کاش که هزار تا کار بدتر از اونا رو میکردم. اما نه بقل زن بچه ما از دست نمیدم. بس کنید دیگه، اتفاقیه که افتاده تمومش کنید. یه فکری به حال این دختره بکنید. باید معلوم بشه کیو با از کجا اومده. فکر کردن نمیخواد، باید این فوزور باشیارا ادب کرد. نگران نباش، حالا حالا به هوش نمیاد. من باید یه سری به آزمایشگاه بزنم و کس تکلیف کنم. اگه سراغ شما رو گرفت چی بگم؟ بگو با جوادی رفتن کار مهمی داشتن. برمیگرد. نامزد شما در نشانی زیر گرفتار است، لطفا شخصا اقدام نمایید و به پلیس اطلاع ندهید. الو 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 الو، الو، سلام عمه جون، مسعود خونه است؟ چه عجب یادت افتاد حالی از ما بپرسی؟ اختیار داری، من همیشه بیاد شما هستم. لطفا گوشی بدید به مسعود. گوشی؟ مسعود ببین چی میگم، حرف نزن. گفتم حرف نزن. موتورتو برد بیا سر کوچه ما. شنیدی؟ اومدم. مسعود نیکرده بابا. چی شد؟ بود من صرف سردنه تو فقط هوای من داشت باش، کاریت نماشه. موضوع چیه؟
آره دامون خدا بگم چی کارت کنه پس زهره ترکم کردی با مادر کمکت کن بس کمک کن بکش ساره خانم اینجا چی کار میکنه بهت نگفتم دنبال این کار نرو بر شیطون لعنت باز دیگه چی شده؟ عجله نکن یه عالمه خبر دارم بیچاره زنش قربانی کارای شوهرش شده ساره من باید اصل موضوع رو به سرور مختار خبر بدم بگو چه چیز جدیدی فهمیدی؟ کی قربانی شده؟ منظورت چی بود؟ مادرجون شما این؟ آخه مگه خودتون جوون که بودین پارک و سینما نمی رفتین خیلی خوب مادرجون از بابا تشکر کنین سلام من داودم بهش برسونین خداحافظ خب موضوع زنه چی بود؟ شام خوردی؟ خب اول باید یه چیزی بخوریم بعد با انرژی کامل بشینیم ماجرای این راز بزرگ و خط و ربط فیلم رو بررسی کنیم ساره خانم این تیکه فیلم های بی سر و ته تو فقط به درد پلیس میخوره و بس هر چی که میگیری گنگ و مبهمه خیال میکنی با اینا فیلم درست میشه؟ خیال میکنی برای پلان های بی سر و ته تو میشه خط و ربط پیدا کرد؟ تو نرو داوود حالا دیگه موضوع فیلم آدماش ارزش زیادی داره خوب گوش کن یه مثلث ذیل اول بارونی پوش و جسد ذیل دوم جوادی همسایه عزیزت که زنش رو به خاطر داروهای تقلبی از دست داده نه زایمان خب ذیل سومم که هنوز معلوم نیست و من باید کشفش کنم یعنی جوادی هم آره اونجا بود عجیبه خیلی عجیبه بگو ببینم رابطه جوادی با اون آدم ها خوب بود یا نه بیاین یاداشت رو بخون فکر نمی کنی آدرس آراشگاه و جوادی درسته پس جوادی تو رو جوادی قاتله برای من خیلی گرم تموم شده دیگه هیچ چیز و هیچ کس برای مهم نیست داری اشتباه میکنی یه شب من اینجا نگر داری بچه ها میریزن خفت میکنن تو فکر میکنی هیچ چی نیستی اون روزی هم که برادر تو چنگ من افتاد هیچ غلطی نتونستین بکنین بیا بیا خوب نگاش کن ببین میشناسیش تو هم باید بری بغل دست بله فرمایش بگیرینشون خون نخورم محکم بگیرش بایستا بکن نخور داری کمک میخوام بخوشمش هرچی نوار و فیلم هست جمع کنین بیا
کافیه مقدار 2 سیسی از این دارو به این مایع اضافه کنیم تا غلظتی که مورد نظرمونه به دست بیاد. متوجه شدین؟ بله، کاملا متوجه. چطور یه آزمایش کوچیک انجام بدیم؟ شما آزمایش کنید. بشین. تو هم بگیر بشین. شما انسانیت سرتو نمیشه؟ چی کار داریم با ما؟ ساکت باش. هنرمندان عزیز خوش آمدید. از اینکه مجبور شدم چند ساعتی شما رو در یک جای سرد نگه دارم عذر میخوام. ولی لازم بود که قبل از ملاقات شما فیلم های زیباتون رو ببینم. باید اذعان کنم که فیلم سازان قابلی هستید. فکرتون بکره، اما تکنیک رو نمیشناسید. شما با این دوربینتون تمام افراد ما رو به خطر انداختین. سعی کنین دیگه این حرکتتون تکرار نشه. فکر کنین، من فرصت کافی به شما میدم تا حسن نیت خودتون رو ثابت بکنین. امیدوارم تصمیم عاقلانه ای بگیرین. شما جوانای فهمیده و تحصیل کرده ای هستین. من کجا داری میبریم؟ اینجا کجا؟ ساکت باش. ساره! ساره! من اینجا تا بود! من اینجا! بلم کنی! بلم کنی! بلم کن! بلش کنی! بیشرفو! هم یه مسافرت خوشگل بفرستم تای دره بیم برداری یاد این بارو شانس آوردی علی چه؟ ولی مواظب باش نفع دیگه مثل اون سنگه غیر میخوره میری تا پایین دره بری! اینه سوار شو! Oh!
قضیه باند بزرگه. جون هزاران آدم در خطره. بعد هرچی تو تب پلیس اطلاع بدیم که جنس های اون انبار پخش نشه. این کار از فیلم تو خیلی مهمتره. تو فیلم تو بعدن هم میتونی بگیری. برای این کار فرصت داری. ولی اگه اون داروها باعث مرگ اشخاص دیگه ای بشه تا آخر عمر از عذاب وجدان راحت نیستی. زن جوادی رو که داشت مادر میشه به خاطر بیار. تو خودت هم یه روزی مادر میشی، نه؟ مسئول اینجا رو پیدا. بله قربان. تخلیهش کردم. زندگی ما ازم میگیری؟ حالا نوبت منه. جون بکن، سوزه بکش، اینه سنگ. التماس کن کسافت، زود باش، شاید بیشتر زنده بمونی کسافت. التماس کن نامستم. سلام آدم. چه خبره؟ امروز چطور شده اینجا؟ خبر اون توه مادام. اگه میخواین میتونیم بریم اون تو ببینیم. آقای جوادی، پسرم حالت خوبه؟ شما اونجایی؟ حتما رفته شهرستان. مرد نزنی خانم، بهتر نیست شما به زندگی دیگرون دخالت نکنید. یه دقیقه صبر کنیم مادام. ببینم مادام، شما کلید اضافه دارین؟ بهتر نیست که من فقط قصد کمک دارم مادام. خواهش میکنم یه دقیقه صبر کنین، یه دقیقه به حرف من گوش بدیم. مادام من قسم میخورم آقای جوادی اون توه. خوب اون تو هست که هست، به شما و من چه مربوطه؟ مگر کسی تو خونه شما وارد میشه؟ ببینی مادام، وضع ما با اون فرق میکنه. منظورم اینه که اون حالش خوب نیست، ما باید بهش کمک کنیم و الا ممکنه بلایی سر خودش بیاره. مادام یه دقیقه گوش کنین. مادام اون از مرگ همسرش بیتابه، ممکنه خودشو دار بزنه، ممکنه خودشو بکشه. اگه اون خودشو بکشه ما گناهکاریم. یعنی خودکشی؟ آخ، شما من رو نگران کردی. بیای. دوست ندارم اون بلایی سر خودش بیاره. آقای جوان وایسا ببینم چه کار می‌کنی؟ نکردین که پای پلیس وسط کشیدین. شما جوانهای با استعدادی هستین و
اگر کمی هوشیارانه عمل میکردین آینده خوبی داشتین. من به شما علاقه مند شده بودم، تصمیم داشتم شما رو به استودیوهای بزرگ دنیا بفرستم. اما فیلم من چی میشه؟ شما در برابر بدقولیتون از من چه انتظاری دارید خانم کوچولو؟ دیگه کار از این حرفا گذشته؟ الان ببینم از مادرت خبری داری؟ من نمیفهمم شما منظورتون چیه؟ گوش کن تا منظور منو بفهمی. نترس دخترم، من حالم خوبه. مادر، مادر! نگران نباش هنرمند کوچولو، اگر دختر خوبی باشی مادرت از بالای یک ساختمان ده طبقه صعود نمیکنه. تو دختر باهوشی هستی، خوب گوش کن. امیدوارم از جوادی به پلیس چیزی نگفته باشی، امیدوارم. نه 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 گفتم، اون که خودشو تو خونه زندونی کرده. میدونم اون احمقه، داره همه چیزو خراب میکنه، باید هر طور شده اونو بکشونی تو خیام. ولی من نمیتونم، اون درو به خودش بسته. تو میتونی، سعی کن. بهتره وقتی پدرت از سر کار به خونه برمیگرده مادرت خونه باشه. الو الو، آقای جوادی، آقای جوادی در رو باز کنید. بیاییم بیرون چند لحظه، بیاییم بیرون، من با اتون کار دارم. میشنوید صدای منو؟ تو خدا بیاییم بیرون. مگه شما عاطفه ندارین؟ قلب ندارین؟ خواهش میکنم، دیوونه، باز کن در رو. باز کن کیسه بده، باز بزدل بدبخت. تو زن بیچاره و معصوم تو با دستای خودت کشتی و نفهمیدی، بست نیست. بیچاره همین داروهای تقلبی قاتل زنت بود. لیلا رو با اون داروها کشتی. اون زندگی من بود، با رفتن اون من خورد شدم. میخوای از خورد شدن یه مرد فیلم بگیری؟ دوست ندارم کسی شکستمو ببینه. معنی این کارا چیه؟ خوبه، خیلی خوبه. تا حالا هیچ کس اینطوری منو دست ننداخته بود. یعنی من حق ندارم انتقام بگیرم؟ آه؟ اینا هستی منو ضایع کردن. اونا حتی به بچه تو شکم زن من رحم کردن. اون وقت تو داری دنبال معنیش میگردی؟ همسر تو قربانی همین کارات شد. بیچاره، اینو بفهم. تو فکر میکنی من از خودم خوشم میاد؟ حالم از خودم به هم میخوره. منم یه آشغالیم مثل اون کثافتی که جنازشون تو افتاده. باز کن دستم. خب دیگه تمامش کن، اسلحه رو بذار کنار، ما بهت کمک میکنیم. جلو نیا، این کارو باید خودم تموم کنم. این کثافت باید انبارو به من نشون بده. برای همینم هست که تا حالا نکشتمش. وای سفر جان، کسافت. کمک، کمک. Thank you.
راستشو بگین. شما جای انبارو میدونین؟ نه؟ دیشب شما رو برده بودن اونجا. هر کسی رو اونجا نمیبرن مگر اینکه از خودشون باشه. معلومه شما از من به اونا نزدیکترین. نیستین؟ اونا چشم ما رو بسته بودن. اگه میدونستیم که تا حالا پای قانون اومده بود وسط مرد حسابی. جای انبار، انبار پرنده ها اون شب ما رو از توی پرنده ها عبور دادن. آره چشم بسته بود ولی جا به جایی پرنده ها رو همه جا حس میکردم. پرنده ها؟ نه شما رو از وسط پرنده ها عبور دادن. لیلا، لیلا، تو گفتی من از دنیا بی خبرم. من عصبانی شدم زدم تو گوشت. درست میگفتی. اونجا رو من آتیش میزنم. باش بسکو مادر بسکو اصلا گم کویم سور کمویم. مرسی ما چکیر او افناده بزن جهتر افتاد افناده برو حالا بی بای جدن بای چیم دیگه افناده بزن آرمان را زودتر نگفتی؟ از صبح تا حالا ما رو به بازی گرفتی؟ اکیپ عملیات اتحاد میشه قربان.
انبارو آتش بزنید، اثری از چیزی باقی نگذارید، پلیس هر آن ممکنه سر برسه. تکون نخور، همونجا وایسا. شما بازداشتین چون یه دیوانه انبار ما آتش زده، میخواید منو بازداشت بکنید؟ ادای حرفه‌ای رو در نیار، ببرینش. من میخونم. مسیر رو خاموش میکنم، بیایید. عجله کنید. جلو سربان. برو بالا مادر. برو. نابود. چی شده ساره؟ فیلمام. فیلمام داره میسوزه. من میارمش. جلو نیاین. اسلحتونو بندازین زمین. اسلحتونو بندازین زمین و از سر ران برین کنار. تو هم بنداز زمین. گفتم اسلحتو بنداز زمین و از سر ران برو کنار. هفتی رو بده من، بیشتر از این جرمتو سنگین نکن. این ساختمون محاصره شده. کجا میخوای بری؟ به نفته که تصمیم بشی و سرسختی نکنی. ببرش. اطاعت. بگیر. برای آف برای جلو.
یک باره دیگه به چنگم بیفتی. بالا گفتی فیلمات کجاست؟ میدونم کجاست مختار، فقط امیدوارم تا حالا نسوخته باشم. عجبه کند بود، عجبه کند واقع سود آتیش راهمونو میبنده، زود باش. خیلی خوب بریم بیا. مواظب باش آتیش نگیرتت. خیلی خوب بیا. چکیه سر